داستان را از زبان امیرعلی می شنویم. بی حوصله و با افکاری به هم ریخته روی تخت دراز کشیده بودم. 20 دقیقه بود که به سلول ها برگشته بودیم. دست هایم را زیر سرم برده بودم و غرق در دنیای بی خود خودم بودم که سایه حضور کسی را کنار در حس کردم. با بلند کردن سرم چهره آفتاب سوخته مرتضی را دیدم که حوله‌ای روی شانه هایش بود. مرتضی تنها کسی بود که در تمام این مدت با او صمیمی‌تر شده و با هم از گذشته خود حرف زده بودیم. او را هم به جرم قتل گرفته بودند، قتل همسرش، آن هم درست در یک حادثه رانندگی که خانواده همسرش از او شکایت کرده بودند و او هم تا پرداخت دیه در زندان افتاده بود. سرش را پایین انداخت و دستی روی موهای صاف و کوتاهش کشید. مثل هر روز سر حال نبود. با دیدن حالش از جا بلند شدم و لبه تخت نشستم. گفتم چیزی شده آقا مرتضی؟ سرش بالا آورد و بی‌حوصله روی تخت مقابلم نشست. ساک کوچکش را بیرون کشید و حوله‌اش را داخل آن گذاشت. پیشانیش را خاراند و دست سر زانوهایش گذاشت و گفت حالم خیلی خرابه امیر. گفتم چرا؟ چی شده؟ گفت بالاخره وقتش رسید داداش. کنجکاو خودم رو جلوتر کشیدم و گفتم وقت چی رسیده مرتضی جان؟ نگاهش خیره به کف اتاق، اما خودش آنجا نبود. لبخندی بی رنگ زد و گفت امشب شب تولد دخترمه ولی نمیتونم ببینمش. به جز این امروز فهمیدم حکم کریم اومده و تا چند روز دیگه میره برای اجرا. لحظه کوتاه تنم لرزید و ترسی آشنا به وجودم رخنه کرد. مثل لحظه ای که خیلی ساده مرتکب قتل شدم. درست مثل وقتی که خبر مردن علیرضا رو شنیدم. ولی خوب می دونستم این تقاص یک اشتباهه. جان دادن بالای چوبه دار خوشایند هیچ کس نیست. خودم رو عقب کشیدم و دست دور پاهای جمع شدم حلقه کردم. گفتم نمیدونستم، ببخشید حالتو بد کردم. گفت نه امیر جان، منم مردن رو تجربه کردم، سوختم، شکستم، بد جور نابود شدم. من همون روزی مردم که تو کوچه آگهی ترحیمش پخش میشد و من فقط به بقیه خیره بودم. تلفن لعنتی زنگ خورد و افتاد پایین. خم شدم گوشی رو بردارم. نفهمیدم چی شد، فقط فهمیدم با دستای خودم تمام زندگیمو گرفتم و الان بی چیز ترین آدم دنیا هستم. دلیل زنده موندنم همون دخترمه که امشب بی من 1 سال بزرگتر میشه. ترجیح دادم کنارش برم و خیرش نباشم. اشکاش مانع حرف زدنش شد و با خم شدن عکسی از داخل ساکش بیرون آورد. سرم روی شانه چرخید. عکس دختر بچه 2-3 ساله را روبرویش گرفت. گفت دخترمه، ترمه، الان 5 سالش شده. امشب که تولدش بود خواستم نیارنش. 3 ساله که ندیدمش. عکس رو از دستش گرفتم. موهای خرمایی و دندانهای خرگوشی و لبخند پرسخاوتش رو به دوربین لب هر کسی رو به لبخندی گرم مزین می کرد. عکس رو به طرفش گرفتم و گفتم الان کجاست؟ گفت پیش مادرم. دستم رو روی شانش گذاشتم. قصد دلداریش را داشتم ولی خودم از داخل نابود شده بودم. آنقدر در این مدت با آدم‌های متفاوتی آشنا شده و داستان‌های مختلفی شنیده بودم که طاقتم تاق شده و دلم پر از غم بود. کریم هم وارد اتاق شد و سلام نیم بندی به ما داد و خودش را به تختش رساند. چشمم به دفتری بود که گاهی
وقتی کاسه صبرم تمام می شد، در آن دو جمله می نوشتم و آرام می گرفتم. با شنیدن اسمم از بلندگو، از جایم بلند شدم و به سمت در حرکت کردم که مرتضی مچ دست چپم را گرفت. به سمتش برگشتم و زل زدم به نگاه پر انتظار و حسرت زده‌ای که شاید منتظر خبر خوبی بود. گفت امیدوارم با خبر خوب برگردی. گفتم احتمالاً حاجی میخواد در مورد مرخصی فردا با هم حرف بزنه. از سلول خارج شدم و همراه سربازی که پشت در ورودی ایستاده بود به سمت دفتر اتاق رئیس زندان حرکت کردم. بعد از چند دقیقه پشت در ایستاده بودیم و با هماهنگی‌های لازم وارد شدیم. سرباز پس از باز کردن دستبندهایم احترام نظامی گذاشت و خارج شد. سه جفت چشم به انتظارم نشسته بودند. سروان احمدی به همراه حاج آقا و مردی میانسال. گفت حالت خوبه؟ اون چیزی که ما ازت شنیدیم آروم بودنته. نمیدونست کسی که کل زندگیش رو یک شبه میبازه دیگه نفسش هم به زور میکشه. گفتم خوبم. سروان احمدی کمی خودش رو روی صندلی جا به جا کرد و به مرد غریبه اشاره زد و گفت ایشون آقای محبی نماینده دادستان هستند. نگاهی گذرا به مرد میان سالی که روبروی سروان احمدی نشسته بود انداختم که ادامه داد و گفت خانم سعیدی وکیلتون با درخواست‌های مکرر و هماهنگی‌های لازم به دنبال گرفتن مرخصی برای شما بود که با بررسی‌های لازم و نظر دادستانی محترم به شما این اجازه داده شد که بتونید در مراسم تشییع جنازه پدرتون شرکت کنید. سر پایین افتاده و سنگینم را بالا کشیدم و لبخندی خشک و بی‌روح زدم. تشکرم شاید همان بود که حرفش را بی توجه به من دنبال کرد و گفت البته با رایزنی هایی که شد با جناب دادستان ایشون رو مجاب کردم که شما بدون دستبند منتقل بشید و این یعنی اون اندازه‌ای که لازمه اعتماد به شماست. انتظار دارم نه خودتون و نه نیروی همراهتون طی مراسم رو توی درد سر نندازیم. این بار لبخندم رنگ بیشتری داشت. همین که 2 ساعت آن فلز سرد همراه هم نباشد و بتوانم کمی سرم را بالاتر بگیرم برایم کافی بود. گفتم ممنونم. اعتمادتون رو زیر پا نمیذارم. به هم خیلی لطف کردین. سرباز نگهبان پس از چک کردن مجوز خروج در را باز کرد. مرز بین زندان و آزادی را کنار زد و در به آرامی کنار رفت. همراه با یک سرباز و سرگرد ستوده خارج شدیم. در راه به دوران آرام و بی درد سر زندگیم در کنار خانوادم فکر می کردم. به پدرم و سخت گیری هاش، به اخم و لبخندش، به آغوش پدرانش. در افکار خودم غرق بودم که صدای سرگرد ستوده مرا از افکارم بیرون کشید. گفت پسر جان خوبی؟ سرم را آهسته تکان دادم و گفتم بله ممنون. دست روی پایش زد و گفت مثل اینکه رسیدیم. سرم را بالا آوردم و اشکهایی که نفهمیدم کی جاری شده را پاک کردم. خواستم از ماشین پیاده شوم که سرباز دستبند را بیرون کشید و قصد داشت دستبند را بزند که سرگرد ستوده مانع این کار شد. پیاده شدم و با قدم‌های سست به سمت جمعیت عزادار حرکت کردم. نفس‌هایم به شماره افتاده بود. صدای شیون و ناله مادرم را شنیدم و آوا که کنارش نشسته بود و با حال خرابی که داشت مادرم را هم آرام می‌کرد. خانم سعیدی هم بازوی دیگرش را گرفته بود و دلداریش می‌داد. از شرم سر پایین انداختم، اما حضور اقوام را می توانستم حس کنم و نگاهی که خار به چشمم می شد. لحظه ای ایستادم، نتوانستم حرکت کنم.
کنم. خودم را مقصر می دیدم. مقصر این اتفاق شوم که آوا نگاهش به من افتاد و با گریه مخاطبش شدم. آوا گفت سلام داداش، بالاخره اومدی؟ ببین بابا چقدر آروم خوابیده؟ ببین دیگه بی پناه شدیم؟ ببین دیگه بابا نداریم، یتیم شدیم؟ با هر حرفش بیشتر می شکستم و نابود می شدم. جلو رفتم و جمعیت کنار رفت. به آرامی کنار جنازه پدرم نشستم و قبل از قرار دادن در قبر بوسه عمیق روی کفن و پیشانیش زدم. اشکم سرازیر شده بود. گفتم ببخشید بابا، ببخشید که پسر خوبی برات نبودم، ببخش. مراسم تمام شد و مردم نم نم تسلیت می گفتند و می رفتند. خانم سعیدی جلو آمد و بعد از گفتن تسلیت لبخندی کم رنگ روی لبهایش نشست و گفت خواستم خبری رو بهتون بدم. با خودم گفتم که الان وقت مناسبی نیست. خیلی با خودم کلنجار رفتم و به این نتیجه رسیدم که بگم. شاید این خبر تسکین دهنده حالتون بشه. بیمنت کارم را دنبال کرده بود. سر پردردم را تکان دادم و گفتم خیلی ممنون که تشریف آوردین. چی شده؟ نیم نگاهی به مادرم انداخت و سرگرد که نزدیک به من ایستاده و منتظر بود. گفت امروز قبل از مراسم پدرتون تونستم دیدن خانواده مقتول برم. اگه بگم رضایت دادن حستتون چیه؟ نگاهم را به چشمان مطمئنش دوختم. حالم خراب بود. بریده بریده گفتم جدی میگین؟ چشم روی هم گذاشت و من لبخند زدم با همان سینه به تنگ آمده. گفت بله خدا رو شکر، رضایت دادن و دیه هم نخواستن. فقط به نظرم اگه شما بعد از آزادی دیدنشون برین و شرمندگی شما رو ببینن شاید دلشون آروم بگیره. چشمایم را بستم و آرامش عجیب در دلم تزریق شد. خدا را شکر کردم که همون دل شکسته و نماز روز اول در اتاق بازداشت موقت را دیده و مرا به حال خود رها نکرده بود. بغض عجیبی در گلویم سر باز کرد و لبهایم را روی هم فشردم. فقط با صدایی آرام پرسیدم خب الان چی میشه؟ گفت ببینید خانواده مقتول رضایت دادن ولی شما باید مجازات عمومیتون رو بگذرونین و این بستگی به نظر قاضی پرونده داره، یعنی زمانی بین 3 تا 10 سال. البته خب این بستگی به سوء سابقه فرد هم داره. میشه امیدوار بود شما بعد 2-3 سال حبس و با نظر قاضی خدا بخواد آزاد بشین. البته میتونین باز طبق نظر قاضی و با قرار وثیقه مدتی با در نظر گرفتن شرایط بیرون هم بیاید. دختر بود اما جسارت تلاش کردنش بیشتر از من بود. لبخندی محجوبانه به رویش زدم و گفتم خیلی ممنون، واقعا لطف کردین. گفت خواهش میکنم، مجدداً تسلیت عرض میکنم با اجازتون. چشم چرخاندم و مادرم و آوا را دیدم که عمویم کنارشان ایستاده و دلداریشان میداد. نگاهم رفت سمت سرگرد ستوده که خیره‌ام بود. منظورم را متوجه شد و سرش را کمی متمایل کرد. به طرفشان رفتم که مادرم با دیدنم اشکش سرازیر شد. گفتم گریه نکن مامان، به اندازه کافی سختی کشیدی و داغ دیدی، برای من گریه نکن. دستی روی تحریشم کشید و زمزمه کرد حالت خوبه مادر؟ چقدر لاغر شدی، دورت بگردم. مسبب مرگ شوهرش بودم و میخواست دورم بگردد. بینیم را بالا کشیدم و دست عمو روی شانه ام نشست. سعی کردم چشم به چشمهایش ندوزم، خجالت میکشیدم. به مادرم زل زدم و گفتم خانم سعیدی گفت مثل این که از خانواده مقتول رضایت گرفته، خدا بخواد زود میام پیشتون.
فشار دست عمو بیشتر شد و مادرم سرش را روی سینه ام گذاشت. زمزمه شکر کردن های پیاپی او با لبخند و شوق آوا یکی شد. گفتم عمو جان، مامان و آوا رو میبرین خونه؟ باید برم، اجازه نمیدن زیاد بمونم. روی شقیقه ام را بوسید و آزاد شدنم را تبریک گفت. مادرم را همراه خود کرد و آوا با دور شدنشان هم بر میگشت و خیره ام میشد. باید برایش پدر میشدم و برادری میکردم. هنوز تنم را نچرخانده بودم که صدایی از پشت سر شنیدم که گفت سلام آقای راد.